بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عجل فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. گفتگویت یاد از ام ابی ها می کند، گفتگویت یاد از ام ابی ها می کند، تا رضا روی تو بیند یاد زهرا می کند، خاک قم بالت که دارد نقش جای پای تو، خاک قم بالت که دارد نقش جای پای تو، وحی منزل جوشد از گفتار روح افزای تو، میبرد دل از امامان هدا سیمای تو، تا صف محشر سلام الله بر آبای تو. گر جهان بار دیگر موسی بن جعفر آورد، گر جهان بار دیگر موسی بن جعفر آورد، میتوان چون حضرت معصومه دختر آورد. سلام، عرض ادب دارم خدمت یکایک شما بینندگان خوب برنامه به وقت بیداری از تلویزیون هادی تیوی از شهر مقدس نجف اشرف. امیدوارم در هر جای دنیا که هستید صحتمند و سرحال باشید، طاعت عبادات شما قبولی درگاه حق باشد. تسلیت عرض میکنم ایام عزاداری و سوگواری صدیقه طاهره، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت یگان منجی عالم امکان، گل سرسبد عالم خلقت، حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف و کافه مسلمین، علی الخصوص حضور ارادتمندانه شما بینندگان خوب برنامه به وقت بیداری. امیدوارم که در هر جای دنیا که هستید از دعای خیرتون بنده حقیر و همکارانمون رو هم فراموش نکنید. با احترام با افتخار در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد خاتمی هستیم. شیخنا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان خوب برنامه به وقت بیداری و عرض تسلیت دارم شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین وفات و رحلت جانگداز فاطمه معصومه سلام الله علیه ما را خدمت قطب عالم امکان مهدی موعود و همچنان خدمت مراجع عظام و اخصا خدمت شما بینندگان خوب برنامه. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما جناب استاد. همونطوری که ازان یادآور شدم خدمت شما خوبان و بینندگان برنامه به وقت بیداری، ایام متعلق هست به خانم بی بی معصومه سلام الله علیها. ما در چند روز گذشته بنابر روایتی ایام شهادت صدیقه طاهره رو هم داشتیم، ولی خب امروز روز وفات خانم بی بی معصومه سلام الله علیها هست، کریمه اهل بیت، که ما اختصاص دادیم برنامه امشب ما را به برکات حضور حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر قم، که انشاءالله در این موضوع صحبتی رو خواهیم داشت با سرور عزیز ما جناب آقای خاتمی، انشالله که تا پایان برنامه ما رو بیننده باشید. جناب استاد، قبل از اینکه وارد مباحث اصلی تر از موضوع برنامه شویم، اشاره داشته باشین به مختصری از زندگی نامه خانم بی بی معصومه سلام الله علیها، یا یک معرفی داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. خدمت شما عرض کنم که حضرت فاطمه معصومه ایشان در سال 173 قمری در شهر مدینه منوره چشم به جهان گشود، که پدر ایشان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست و اسم مادر ایشان نجمه خاتون هست که بعداً ملقب به طاهره شدند. پس ایشان از نگاه پدری پدرشان موسی بن جعفر، از نگاه مادری مادرشان نجمه خاتون و برادر بزرگوار ایشان حضرت علی ابن موسی رضا است، که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها
دوران کودکی خودش را در دامن چون موسی بن جعفر و در کنار چون علی بن موسی رضا پشت سر گذرانید و فضائل را از این دوتا بزرگ مرد و از این دوتا معصوم کسب کردند. با گذشت زمان دوران خلافت بنی عباس، خصوصا مأمون عباسی که در خراسان بود، علی ابن موسی رضا را دعوت کردند که به خراسان برود. وقتی علی ابن موسی رضا راهی خراسان شد و راه خراسان را در پیش گرفت، این قضیه را همه مطلع هستند که حضرت علی ابن موسی رضا در هنگام خداحافظی یک جور خداحافظی کردند که انگار برگشت وجود ندارد. بعد از مسافرت حضرت علی ابن موسی رضا، یک سال بعد دقیقا حضرت فاطمه معصومه هجرت کردند به دنبال برادرش و در این راه چند تا هدف را به صورت منحصر ما میتونیم بیان بکنیم. هدف اول خب دقیقا شوق دیدار برادر بود. برادرش یک سال بود از کنارش رفته بود، اونم چه برادر یک معصوم، یک امام زمان خودش، اشتیاق دیدار بود. بله. و هدف دیگری که داشتن، اون هدف عبارت بود از پیام رسانی مکتب ولایت و امامت علی ابن موسی رضا. دقیقا حضرت فاطمه معصومه کاری را کردند که عمه بزرگوارش حضرت زینب بعد از واقعه عاشورا کرد. چطوری حضرت زینب وقت ابا عبدالله الحسین در کربلا به شهادت رسید، بعد از اون عهده‌دار پیام رسانی شد، پیام عاشورا را به مردم رسان، به جهانیان رسان، و جهانیان را مطلع کردند از اینی که چه وضعیت بر ابا عبدالله الحسین گذشت. و اینی که ابا عبدالله الحسین را اونطوری که معرفی کردن نبودن. ابا عبدالله الحسین نوای پیامبر مکرم اسلام است. همین کار را حضرت فاطمه معصومه انجام دادن. از مدینه که حرکت کردن، در مسیر را هر جا گوش شنوایی بود، هر جا فرصتی بود و مجال میشد، یا در مناطقی که گاهن اتباع اهل بیت در آنجا زندگانی میکردن، حضرت فرصت را غنیمت میشمرد، از مکتب اهل بیت دفاع میکرد. می آمد علی ابن موسی رضا را برای مردم معرفی می کردن. از مظلومیت علی ابن موسی رضا به مردم می گفتن. و گذشته از این حتی تلاش در گسترش تشیع داشتن در مسیری را. این مسیر را ادامه دادن حضرت معصومه سلام الله علیها، تا اینی که حضرت کم کم رسیدن به شهر ساوه. وقتی اونجا رسیدن، هم وظیفش را انجام می دادن در مسیر را و رسالت خودش را انجام می دادن، که واقعا این یک درس مهم برای ما و امثال ماست که وقتی چیز مطلبی را می آموزیم، درسی را می گیریم، رسالت خود را درک کنیم و در هر فرصت و هر شرایط باید به اون رسالت عمل کنیم. وقتی حضرت معصومه وارد شهر ساوه شد، در اونجا متاسفانه اجیران حکومت، ماموران سر حکومتی آمدن بر کاروان حمله کردند، که میگن 400 نفر بودن اینا. طبق بعضی کتب تواریخ میگن که همه مردان را به شهادت رساندن. طبق بعضی کتب تاریخی میگن نه، اکثرا را به شهادت رساندن، عده را اسیر کردن و عده دیگر را هم متواری شدن، فرار کردن. خب این مشکلات را که حضرت فاطمه معصومه سر راهش دید و این قضیه تلخی را که چشیدن از نزدیک، اینا باعث شد که حضرت معصومه از ادامه سفر منصرف شود. حالا یا منصرف شود به صورت کلی که ابدا راه خراسان را در پیش نگیرد، یا حداقل فعلا انگیزه و توانایی حرکت به سمت خراسان را نداشته. بله. و حتی در تاریخ نوشته کرده که حضرت معصومه را مسموم کردند، یعنی ایشان در ساوه اونجا در بستر بیماری افتادند. بعد اونجا از کسی پرسیدن که قم کدام طرفه، چون میدونید قم از اول هم تقریبا یک شهری بوده، بعض روایات از ائمه در رابطه با قم بوده، و اون را منتقل میکند به شهر قم، برعکس ساوه که اونجا مأمورین حمله کردن. وقتی وارد شهر ساوه شدن، دیدن که نه، یک عده از اتباع اهل بیت آمدن به استقبال حضرت. حضرت دقیقا در 23 ربیع الاول سال 201 قمری وارد شهر قم شد. در اونجا هم تا اندازه‌ای که توان داشتن و قدرت به ایشان اجازه میدادن، همون رسالت خودش را انجام میداد. بعد از مدت 17 روز، دقیقا همچون روزی 10 ربیع الثانی، حضرت دار دنیا را وداع کردن، بدون اینی که حضرت معصومه به اون هدف اصلی خودش که عبارت بود از دیدار حضرت علی ابن موسی رضا، به این هدف نرسید، اما به اون هدف دیگر که عبارت بود از تبلیغ رسالت، امامت و ولایت علی ابن موسی رضا، حضرتش در قم اونجا چشم از
جهان فرو بست و به عالم ابدیت شتافت. این مسیر را که حضرت معصومه سلام الله علیها طی کردن از مدینه منوره تا شهر قم، این مسیر در کل آمیخته هست از درس هایی که باید ما بیاموزیم، از فعالیت هایی که حضرت معصومه سلام الله علیها انجام دادن، کلن برای ما و شما یک درسی است که در نتیجه به صورت خلاصه میتوانیم بگوییم که زندگانی حضرت معصومه ابتداعا در دامن دوتا معصوم بزرگ شدن، در بعد از بلوغ و بعد از اینه که از برادرش جدا شدن، ایشان رسالت تبلیغ مکتب علی ابن مسرزا را به عهده گرفتن که در مسیر را آمدن تبلیغ کردن و مردم را آگاه کردن. با این فعالیت های خودش در مسیر را از یک طرف شعر را گسترش دادن، مردم را تشویق کردن به طرف اهل بیت و پیام علی ابن مسرزا را به مردم رساندن، از طرف دیگر با این عمل کرده خودش نارضایتی خودشان را از حکومت وقت یعنی حکومت بنی عباس هم ابراز کردن تا مردم مطلع شود که این حکومت یک حکومتی حیلگری است که با فریب مردم دارد کارش را به پیش میبرد. تشکر میکنم از شما جناب آقای خاتمی عزیز. بدون شک حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت و همینطور یکی از شخصیت هایی است که عالمه هست واقعا و بدون شک در اون عصر فرصت رو غنیمت شمرده برای تبلیغ و ترویج دین و مکتب بزرگ اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام کوشیده است که میتونه یکی از الگوهای خوب برای ما در زندگانی باشه. انشالله که حد الامکان بتونیم همه ماها از زندگانی پربرکت آن حضرت استفاده مفید داشته باشیم و مطالعات مفید رو داشته باشیم. عزیزان من یادآور شوم قبل از اینکه یک فاصله بگیریم، پل ارتباطی برنامه به وقت بیداری و تلویزیون هادی تیوی شماره مثبت 964 780 255 4013 هست. عزیزان ما میتونن از طریق واتساپ سوالاتشان رو مطرح بکنن، کارشناسان ما جواب میدن، انشاءالله در اسرع وقت در خدمت شما خوبان هستن و همینطور پیشنهادات شما رو هم استفاده خواهیم کرد. و همینطور یادآور میشم عزیزان که برنامه های به وقت بیداری رو میتونین از طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هم بیننده باشید. عزیزان یک میان برنامه کوتاه داریم، انشاءالله بعد از دقایقی برمیگردیم و در خدمت شما خوبان خواهیم بود. کبوتر حرمت شد دل زمین گیرم، کشید پای تو را آسمان و تقدیرم، رواق های تو را پر کشیده ام بانو، بجز حریم تو از هرچه آسمان سیرم. توان دیدن خورشید کار هر کس نیست، ولی نگاه از آن بارگه نمی گیرم. تو نبض زندگیم را به دست خود داری، مسلم است که با رفتن تو می میرم. مدینه قسمت پرواز من نخواهد شد، چرا که با قفس خود هنوز درگیرم. کنار پنجره‌های ظریف تو هر بار بقیع می‌روم، آنجا قرار می‌گیرم. خدا نخواست که پابند نامه‌ها بشوم، گره زده است ظریف تو را به تقدیرم. گره زده است ظریف تو را به تقدیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما خوبان و بینندگان برنامه به وقت بیداری از تلویزیون هادی تیوی. عزیزان از جوار بارگاه ملکوتی مولا الموحدین امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در خدمت شما خوبان هستیم. شب جمعه هست و همینطور نوای زیبایی از دعای کمیل از حرم مولای متقیان امیر مؤمنان در حال پخش است. انشالله که از این فضیلت جا نمانید و امشب حد الامکان قرائت بکنید دعای کمیل رو. خب جناب استاد، موضوع را همونطوری که عرض کردم اختصاص دادیم به حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها و تمرکز ما روی برکات حضور آن حضرت در شهر قم هست. بفرمایید که حضور آن حضرت
در شهر قم چه برکاتی رو داشته، چه آثاری داشته؟ خدمت شما عرض کنم که اگر ما به تاریخ برگردیم و یک مراجعه تاریخی داشته باشیم، خود قم و این منطقه با اسم قم قبل از ورود حضرت معصومه بوده. یعنی اینطوری نیست که اسم قم به عنوان این منطقه به مسمی به قم بعد از حضرت معصومه شده باشه، نه اینطوری نیست. اگر ما به تاریخ مراجعه کنیم، در تاریخ بعضی اشخاص هست که اینها قبل از رفتن حضرت معصومه در اونجا معروف به قمی بوده، اینا ما در تاریخ داریم. پس رفتن حضرت معصومه در قم ربط به اسم گذاری و مسمای قم نداره، اما رفتن حضرت معصومه در قم و ورود اون حضرت در قم و دفن شدن اون حضرت در قم، این یک فصل نوین را برای قم ایجاد کرد، یک تغییرات اساسی را برای قم ایجاد کرد که اگر حضرتش در اونجا نمی رفتی و دفن نمی شدی، هیچ وقت همچو فصل نوین و همچو تغییرات اساسی را قم شاهد نبود که الان شاهد هست و در طول تاریخ مطرح بوده قم. پس بنابراین حضرت معصومه که وارد قم شد، یک سری آثار و برکات را هم با خودش در اونجا برد و به وجود آورد. یعنی وجود حضرت معصومه سلام الله علیها در قم علت ایجاد و به وجود آمدن یک سری برکات و معنویات شدن که لولا وجودش در اونجا دیگر از این برکات هم خبری نبود. چند تا برکت را خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه به وقت بیداری عرض کنم. یکی از برکات مهم وجود حضرت معصومه در قم گسترش تشیع، یا به اعتبار بگم قم از نگاه رتبه در مرکز اول برای گسترش تشیع قرار گرفت در طول تاریخ بوده و الان هم هست. حالا از نگاه اینه که میگم رتبه دوم، به این لحاظ که خب ما در صدد اثبات نفی نیستیم که قم اول هست یا نجف، میگم که یا اول، اگر اول نباشه یقینا مرتبه دوم رو داشته در طول تاریخ. یعنی خود قم یا حوزه علمیه قم بعد از رفتن حضرت معصومه تبدیل شد به یک منطقه مهم استراتژیک برای شیعه ها و برای اتباع اهل البیت. چرا همچو اتفاق افتاد؟ به خاطر اینه که حضرت معصومه وقتی در قم رفت، در اونجا دفن شد، روایات از معصومین در مورد حضرتش صادر شد. یکی از روایت ها روایت است که از حضرت علی ابن مسرزا نقل شده. اون روایت اینه که کسی که حضرت معصومه را در قم زیارت کند مثل اینه که من را زیارت کرده. خب خود این روایت یا در بعضی روایت دیگه آمده که حضرت معصومه عش آل محمد، بخشین قم عش آل محمد، عش یعنی آشیانه، قم آشیانه آل محمد هست. این دو تا روایات یا روایات دیگه ای که وجود داره، اگر اینا را کنار هم قرار بدیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که علما، بزرگان، کسانی که پیروی از خط اهل بیت داره، اینا را تشویق و تشجیع بکنه برای رفتن به قم. وقتی حضرت معصومه اونجا دفن شد، این روایات را هم مردم و بزرگان دین و کسانی که مفسر قرآن بودن، یا خدمت شما عرض بکنم حافظان قرآن بودن، راویان حدیث بودن، اینها آمدن جمع شدن رفتن به شهر قم. بله. وقتی رفتن به شهر قم، در اونجا بعد از گذشت زمان و کثرت علمای دین، کم کم مجالس صحبت ها و گفتگوها و نقد و نظر آغاز شد. بله. این کم کم گسترش پیدا کرد تا اینی که تبدیل شد به گذاشتن کرسی های تدریس. بله. ورود حضرت معصومه این برکات رو داشت. این کرسی های تدریس که گذاشته شد، کم کم تبدیل شد به چی؟ به حوزه های علمیه. یعنی اگر ما به تاریخ برگردیم، میبینیم که یکی از برکات مهم حضرت معصومه در قم این بود که تأسیس شود یک سری مدارس مهم و باشکوه و با برنامه های بسیار عالی. خب این مدارس تأسیس شدن، نتیجه این مدارس چیه؟ نتیجه این مدارس این بود که این اساتید، علما، مفسرین، محدثین بیاید شاگردان را مثل خودشان تربیه کند. خب این شاگردان را که تربیه میکند یعنی چی؟ یعنی به اینها روایات را آموزش میدن، به اینها تفسیر میآموزن، فقه و اصول را به اینها یاد میدن، تا به مرور زمان این شاگردان تبدیل شود مثل خود اونها، بزرگ شوند، عالم دین شوند، از اونجا برود مهاجرت بکند به شهرهای دیگه ایران. بله. یا حتی از اونجا مهاجرت بکند به کشورهای دیگر. بله دیگر. بله. خب اینا که مهاجرت میکند به کشورهای دیگر، چی را به اونجا میبرند؟ خب اون چیزهایی را میبرند که آموخته. بله. چی را آموخته؟ از بزرگان دین و اتباع اهل البیت که در قم بودند، حوزه های تدریس داشتند. بله. اینها از اونجا فقه و اصول عقاید اهل البیت را منتقل میکردند. خب خود این نتیجه میشود، قبلا شما یک نفر را تدریس کردی. بله. اون را رساندی به سرحد یک
شخص کارشناس در مسائل دینی. اون وقتی مهاجرت کردن رفتن به منطقه خودشان، اونجا 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 100 نفر، 200 نفر اهل منطقه کامل، شهر کامل را آوردن، شیعه کردن، پیرو اهل بیت کردن. خب این خودش سبب گسترش تشیع شد. این مرکز که گفتیم یا مرکز اول یا رتبه اول را در گسترش تشیع داره، یا اگر حداقل او را نداشته باشه یقینا رتبه دوم در گسترش تشیع را داشته. این از یک طرف. از طرف دیگر خب وقت عالمان دین در یک جا رفت، خب اینا نیاز پیدا میکنه به اینی که یک چاپخانه باشه، یک مؤسسه تبلیغی باشه، اونجا تألیفاتی که اونها انجام میدهد این تألیفات چاپ شود. خب این سبب شد که در کنار حوزه های علمیه در شهر مقدس قم در اونجا مؤسسات تبلیغی و همچنان چاپخانه ها را بیفته. این رونق پیدا میکند. آثاری که اون علما تدریسی که داشتن یا مناظراتی که داشتن یا صحبت‌های علمی که دوره‌های علمی که داشتن اینها به چاپ برسه، از طریق چاپ و نشر اونها معارف اسلامی، معارف اهل بیت و عقاید اهل بیت به انحای عالم منتقل شود تا مردم دنیا از این پیام و از این رسالت آگاه شود. این یکی از دیگری از آثار و برکات حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر قم که از این تعبیر میکنیم به اینه که رفتن حضرت معصومه در قم مساوی بود با اینه که شهر قم تبدیل شود به مرکز اول یا مرکز دوم و یا رتبه دوم برای گسترش تشیع. یک برکت. برکت دیگری را که رفتن حضرت معصومه در قم به بار آورد اون این بود که شهر قم را تبدیل کردن به یک شهر مذهبی، به یک شهر تاریخی مذهبی و سیاحتی و زیارتی. شما فکر کنید که اگر حضرت معصومه در قم نمی رفت، دیگر اون روایت که کسی که حضرت معصومه را در قم زیارت بکنه مثل اونه که من را زیارت کرده، دیگر این وجود نداشت. بله. چون حضرت معصومه در قم نبود تا کسی به زیارت اون برود. این روایت یا اون روایتی که گفتن قم آشیانه برای آل محمد هست، اینها سبب چی شد؟ سبب این شد که سالانه صدها بلکه هزاران بلکه میلیون ها زائر از سراسر ایران، نه تنها ایران بلکه از کشورهای دیگر سرازیر شود به کجا؟ به قم. خب این خودش سبب شد که قم تبدیل بشود به یک شهر مذهبی، تاریخی و زیارتی و سیاحتی. که خود این از نگاه اقتصادی اگر ما بررسی بکنیم، آمدن میلیون ها زائر در طول سال اون منطقه را تبدیل میکنه به یک منطقه تجارتی که این منفعتش به همه میرسد، چی اونایی که دارای ساختمان و هتل هست، چی اونایی که دارای ماشین هست، و به همه منفعتش میرسن. این برکت دیگری از برکات وجودی حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر قم. برکت سوم را هم که میتونیم یاد بکنیم اگر وقت ما اجازه بدن، اون برکت اینه که حضرت معصومه وقتی وارد قم شد، طبق تاریخ اگر ما مطالعه کنیم میبینیم که حضرت معصومه سلام الله علیها را در گوشه از شهر دفن کردند. یعنی شهر قم به یک زاویه بود، مرکزیت شهر جای دیگه ای بوده. حضرت معصومه را در گوشه شهر یا یعنی که خارج شهر دفن کردند. اما با وجود این روایات و اتباع اهل بیت که تشویق شدن آمدن سکونت کردن در اطراف حرم، الان مرکز شهر بلکه در طول تاریخ بعد از وفات حضرت معصومه مرکز شهر شده کجا؟ حرم حضرت بیبی معصومه. یعنی وجود حضرت معصومه در قم و حرم اون حضرت در قم تبدیل شد به چی؟ به اینه که شهر قم توسعه پیدا کنه، گسترش پیدا بکنه و حرم حضرت معصومه بشود مرکز شهر. این هم یکی دیگر از برکات وجود حضرت معصومه در شهر قم. برکت دیگر را هم بسیار خلاصه خدمت شما عرض بکنم. اون برکت اینه که حضرت معصومه وقتی قم رفت، بعد از حضرت معصومه، چون میدونید حکومت جور بود، حکومت بنی عباس، این هر که اتباع اهل بیت بود یا خصوصا از نزدیکان امامزاده ها یا نوه هایشان، اینا تحت فشار بود. اونها وقتی دیدن حضرت معصومه رفته اونجا دفن شده، روایت از امام رضا هم در این مورد ذکر شده، اونها هم سرازیر شدن به شهر مقدس قم که خیلی از مناطق یا خیلی از کوچه ها الان اصلا به اسم سادات اسم گذاری شده و امامزاده های فراوانی هم ما در قم داره. بله، اینها چرا آمدن در شهر قم؟ یا محدثین فراوانی که ما در قم داریم قمی هستند، یا علمای بزرگ که در قم تربیت شدن، همه اینها به برکت وجود فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم است.
پس این رو به طور خلاصه ما ذکر کردیم. آثار برکات فراوانی وجود حضرت معصومه در قم داره، چه آثار برکات معنوی بگیم چه تکوینی بگیم، آثار و برکات فراوانی دارد حضرت معصومه که این آثار و برکات الان هم مشهوده و در طول تاریخ اگر ما تاریخ را مطالعه بکنیم میبینیم که آثار و برکات معنوی و تکوینی آن حضرت چقدر فراوان بوده. سلامت باشین جناب آقای خاتمی عزیز، واقعا لذت بردیم از بیان زیبای شما در خصوص برکات حضور حضرت معصومه سلام الله علیها. بدون شک در جایی که کریمه اهل بیت و یا یکی از خاندان عصمت و طهارت باشد آثار و برکات در، همونطوری جناب استاد فرمودن، از مهمش این بود که مرکزیت علمی قرار گرفت و این باعث شد که از نگاه فرهنگی و علمی هم پیروان مکتب عصمت و طهارت اینجا رو مرکز قرار بده و رشد عجیبی بکنه، چنانچه مشهود هست در امروزه هم همه شما خوبان میبینیم که یک مرکزیتی داره چه از نگاه فقاهت چه از همه علوم. الحمدلله شهر قم از برکت وجود حضرت معصومه سلام الله علیه هاست که حرف برای گفتن داره. جناب استاد چنانچه شما هم مشرف شدین، واقعا یک آرامش خاص هم داره شهر مقدس قم، خب بدون شک به خاطر وجود مبارک کریمه اهل بیت هست و اون روایت رو هم که شما فرمودین که اینجا آشیانه دوستداران اهل بیت هست، پس من به این نتیجه رسیدم که بدون شک اون دلیلش بود. خدمت شما عرض کنم این آشیانه اهل بیت که ذکر شده این رو تفسیرات فراوانی کرده، یا به این لحاظ که حضرت معصومه که اونجا رفتن و بقیه امامزاده ها که اونجا رفتن شدن پناهگاه، آشیانه یعنی پناهگاه، پناهگاه شدن برای اهل بیت عصمت و طهارت، یا اینی که تعبیر کردن نه آشیانه شده به این لحاظ که در اونجا طلاب میاین درس میخواند، محصلین میاین درس میخواند و ای بعد از یک مدت تبدیل میشه به یک مرکز مهم دینی که از اونجا میتواند علوم اهل بیت را برای مردم تبلیغ بفرماید. بسیار عالی، چقدر لذت بخش است در خصوص شخصیت های بزرگ همچون حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت صحبت کردن، و بدون شک نیاز به زمانهای زیادی داره و به وقت زیاد داره که باید بشینیم ساعتها و روزها در خصوص فضیلت و فضائل آن بزرگ بانو صحبت کنیم. من جناب استاد خواهشی دارم و خواهش من این است که یک فضیلت از فضائل این بزرگ بانو رو برای ما بیان بکنید. خدمت شما عرض بکنیم که یکی از فضائل مهم حضرت معصومه سلام الله علیها اینه که خدمت شما عرض بکنم حضرت امام صادق طبق روایتی که نقل شده، حضرت امام صادق فرمودن که حضرت معصومه یکی از افرادی است که در روز محشر شفاعت میکند. خب این مسئله رو ما نسبت به دو تا بانو داریم، یکی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بله، که ایشان در منابع شیعه و سنی آمده که ایشان در روز آخرت شفاعت میکنه و از این مقام برخورداره. اما بانوی دوم حضرت معصومه سلام الله علیها است که این فقط در منابع تشیع آمده، منابع شیعه آمده. خب حالا میگیم که اینی که حضرت را گفته شفیع هست در روز آخرت، این کلام میتونه از دو شخص باشه، یا اینی که مثلا یک وقت میگیم اون کلام را یک شخص عادی گفته، یک از علمای دین گفته، این فرق میکنه با اینی که معصوم میگوید. طب چون معصوم به باور و اعتقاد شیعه اینه که ابدا دروغ نمیگه و حرفی را تابع احساسات و عواطف نمیشه در بیان کردن مطالب، پس اینی که حضرت امام صادق فرموده شفیع روز آخرت هست، این واقعا بیان کننده فضیلت بزرگی برای حضرت معصومه هست که ایشان از همچ جایگاهی برخوردار است و شفاعت بدون اذن خدا نمیشه و اینی که خدا به ایشان اذن میده این دلالت بر مقام والای اون حضرت دارد. تشکر میکنم شما جناب استاد. بینندگان عزیز یک میان برنامه بسیار کوتاه داریم و در ادامه این بحث زیبا و شیرین که فضائل و بیان از زندگانی حضرت خانم بی بی معصومه سلام الله علیها است انشالله در خدمت شما خوبان خواهیم بود. دقایق بسیار مختصری رو برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت یکایک شما بینندگان خوب برنامه به وقتی بیداری از تلویزیون هادی تیوی از شهر مقدس نجف اشرف، جوار بارگاه ملکوتی مولایمان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. عزیزان، قبل از اینکه ما بپردازم به ادامه برنامه، باز هم یادآور میشم که پل ارتباطی برنامه به وقت بیداری و تلویزیون هادی تیوی شماره مثبت 964-255-413 است، 780-255-413 است، که عزیزان ما میتونن از این طریق سوالاتشان و پیشنهاداتشان را مطرح بکنن و ما هم با افتخار انشاءالله استفاده خواهیم کرده از پیشنهادات نیک شما عزیزان بیننده. انشاءالله نایب وزیر شما هستیم در شهر مقدس نجف اشرف. از دعای خیرتان فراموش نکنید بنده حقیر و همکاران عزیزمان را. جناب استاد، ببخشید از این که وقت میان برنامه شد و شما داشتین از فضائل خانم بی بی معصومه سلام الله علیها می گفتین، در ادامه همون بس بشنویم فضائل آن بزرگ بانو رو که بدون شک بسیار از یک شیرینی خاصی برخوردار هست، بشنویم عزیزان ما شنونده باشن این فضائل این خانم رو، بعد تا بپردازیم به ادامه برنامه. بله، خدمت شما عرض کردیم یکی از فضائل اون حضرت رو به دو تا از فضائل دیگه اون حضرت هم اشاره میکنیم. یکی دیگر از فضائل خیلی مهم اون حضرت اینه که یک جمله زیبا از موسی بن جعفر، یعنی پدر بزرگوارش، نسبت به ایشان نقل شده. اون روایت اینه که حضرت فرموده فداها ابوها، این یک جمله کوتاه است. حالا این جمله یا این کلام یا این سخن میشه از دو نوع از افراد صادر شده. یک افراد عادی مثل من و شما، یعنی عادی به عنوان غیر معصوم، این کلام را غیر معصوم بیان میکنه. غیر معصوم مثلا میگه که خب این فدای دخترم شه، در فارسی بگی. خب این که پدر یک فرد عادی باشه و برای دخترش این حرف را بزنه، خب ممکنه تابع احساسات باشه، تابع عواطف باشه، یا یک سری امور دیگری باشه که هیچ گونه تطابق با واقع نداشته باشه، مخالف با واقع باشه. خب این نسبت به غیر معصوم. اما وقت پای معصوم در میان میآید که یک معصوم نسبت به دخترش همچو جمله را بیان میکند، این گویای از واقعیت است. یعنی این جمله دقیقاً مطابق با واقع است و این سرمنشه این جمله احساسات و عواطف یا اموری دیگری غیر از واقع نیست. خب اینجا حضرت فرموده که فداها ابوها، و این جمله را یک شخص دیگر هم گفته که پیامبر مکرم اسلام نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. خب پس نسبت به دو تا بانو که در این ایام، ایام شهادت هر دو تا هم هست. الان این جمله را موسی بن جعفر برای حضرت فاطمه معصومه گفته. خب فرموده که پدر فدای دخترش، موسی بن جعفر یک امام معصوم فدای دختری به اسم فاطمه معصومه. خب شخص گفته من فدای شما، یعنی این شخصی که میگه من فدای شما، یعنی مقام خودش را چی میگه نسبت به او پایین‌تر میگه. یعنی شما اونقدر مقام و منزلت و فضیلت داری که من موسی بن جعفر حاضرم فدای شما شوم. این فضیلت کم و ناچیزی نیست. فضیلت دیگری را که باز هم یک روایتی است که نقل شده از حضرت علی ابن موسی رضا، خدمت شما ذکرم کرده. اون روایت چیه؟ اون روایت اینه که حضرت فرمود کسی که حضرت معصومه را در قم زیارت بکند، مثل اینه که من امام رضا را زیارت کرده. باز هم اینجا چی میشه؟ اینجا همین مطلب میاد که این را بیان کننده این حرف کی بوده؟ یک معصوم بوده. پس یک معصوم آمده گفته که ثواب قبر حضرت معصومه چی مقدار است. الان شما فکر بکنید ثواب زیارت حرم مطهر علی ابن موسی رضا چقدر هست؟ طبق فرموده خود همون حضرت، همون ثواب را کسی که زائر حرم حضرت فاطمه معصومه باشد را درک میکنه. و همین روایت و امثال این روایت باعث شده که ببینیم میلیون ها زائر از سراسر ایران، از کشورهای منطقه همسایه، پاکستان، هند، افغانستان، عراق و بقیه کشورها، حتی کشورهای غربی که شیعه هست، اونا مسافرت میکنه، مهاجرت میکنه برای اینکه این ثواب و این فضیلت را درک کنه. بدون شک مقام والایی است. و اگر اشتباه نکنم در این خصوص ما یک روایت دیگری هم داریم که میگن اگر میخواهید که حضرت صدیقه طاهره رو زیارت بکنید، برید
سراغ زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما. جناب استاد، شما در دقایق قبل اشاره داشتین به آثار و برکات حضور آن بزرگبانو در شهر مقدس قم. خیلی دوست داریم، خب ممکنه که یک سری سوالات ایجاد بشه که این برکاتی رو که شما فرمودین، حالا چه مرکزیت قرار گرفتن علمی، چه از نگاه اجتماعی، چه از نگاه استراتژی، ممکنه یک کسی بیاد بگه که آره اینا ممکنه دلیلش حضرت فاطمه معصومه نباشه. دوست دارم که در پاسخ این سوال و خدمت شما شود که شبهه، اگر ممکنه توضیحات رو. بله، خدمت شما عرض کنم که بله، ما خب در واقع اینی که ما صحبت کردیم شبیه یک ادعا بود. بله. که ما ادعا کردیم که همچو آثار و برکات بله. معنوی و مادی داره. بله. حرف بله. شما دقیق است. یک بله. کسی میاد یا حتی در ذهن خود انسان ممکن مطرح شد. بله. خب بابا، ما گفتیم این آثار اول، این برکت اول، این آثار معنوی، این آثار بله. مادی ایجاد شده، گسترش بله. شهری، نمیدونم خب آثار رشد و بالندگی تشیع، اینا خب ادعاه. یک بله. کسی میگه بله، ما قبول داریم بله. قم به عنوان یک مرکز مهم برای تشیع هست. بله. جای شکی نیست. درست. اما این ربطی به حضرت معصومه ممکن نداشته باشه. بله. حالا در جواب این میگیم که خب ما در کل، یعنی فکر بکنیم در عالم تصور و ذهن خودمان، میتونیم سه تا امر رو بیان بکنیم. به بله. عنوان اینی که ممکن اینها علت شده باشه برای چی؟ برای این آثار و این برکات. بله. یکی از اون امور اینه که ما بگیم این مکان به ما هو مکان. بله. مکان به ما هو مکان یعنی چی؟ یعنی این قوم با قطع نظر از حضرت معصومه. بله. یا حتی اینو میتونیم گسترش بدیم، بگیم نه فقط قوم. بله. چی آثار و برکاتی را که قوم داره و آثار و برکاتی را که نجف اشرف داره، آثار و برکاتی را که مثلا کربلا داره، مسجد سهله داره، یا مسجد نبی داره، یا مسجد الحرام داره که نماز خواندن در اونجا 2 رکعت مساوی هست با 1000 رکعت یا 100000 رکعت طبق روایات مختلف. در همه اینها ممکن این شبهه مطرح شود. بله. که ممکن اونها به خاطر مکان به ماه و مکان باشه، نه به خاطر حضور حضرت معصومه در اینجا. بله. حضور امام علی علیه السلام در نجف، ابو عبدالله الحسین در کربلا، ربطی به اینا نداره. ربطی به این داره که اون از ویژگی های خود مکان به ماه و مکان هست. ربطی به اینا نداره. اگر این امر را بیاید بیان بکند، میگیم خب این امر نمیتواند باشه. چرا؟ به خاطر اینی که مکان قم، شما با قطع نظر از حضرت معصومه در نظر بگیر، یعنی سنگ و چوب و خاک، همین تمام شد، دیگه چیزی دیگری نیست. از این لحاظ چه فرق است بین قم و ساوه؟ چه فرق است بین قم و تهران یا بقیه شهرهای در ایران یا هر شهر احسنتو یا در عراق بیاییم؟ چه فرق بین نجف و کربلا و دیوانیه و ناصریه و امثال ذلک؟ هیچ فرق وجود نداره، همه خاک و آب است و یک صحرا و یک بیابان. خب اگر این زمین به ماه و زمین این آثار و برکات را می داشتی، خب باید اون آثار و برکات در هر جا، احسنتو، در هر جا زمینی هست این آثار باید باشه، در حالی که تو میبینیم نیست. یعنی اگر از خصوصیات مکان به ماه و مکان در نظر بگیریم، پس نتیجه میگیریم که این آثار و برکات را که ما برای به خاطر حضور حضرت معصومه در قم شمردیم، این آثار و برکات به خاطر مکان به ماه و مکان نیست، بلکه این آثار و این برکات ممکن هست به خاطر امور دیگری باشد که الان بیان میکنه. امر دیگری ممکن کسی بیان بکنه اینه که این آثار و برکات به خاطر موقعیت جغرافیایی قم هست. بله. یا بقیه اماکن مثل نجف و کربلا، چون موقعیت اینها یک موقعیت خوب و استراتژیک هست، لذا این مطرح شده به عنوان یک مرکز تشیع. بله. یا بگو که این نه، موقعیت جغرافیایی به علاوه آب و هوا. شما میبینید در هر جا، هر منطقه ای که آب و هوای خوب داره، همه داره اونجا مهاجرت میکنه. بله. یا در حداقل دیگر نتوانست اونجا مهاجرت بکنه، کار پیدا نیست، در ایام تابستانی تحتیلات. بله. میگه بریم اونجا مسافرت بکنیم چون آب و هوای خوب داره. بله. پس خود داشتنی اینی که یک منطقه جغرافیایی باشه. بله. یا اینی که آب و هوای خوب داشته باشه، خود این تشویق کننده هست، قبول داریم، چند شهر رو با هم وصل میکنه. بله. احسن تو. این سبب میشه که مردم از بقیه مناطق مسافرت کنه، بیاید در اون منطقه سکونت کنه، به مرور زمان تعداد سکان اونجا زیاد شود. بله. و تبدیل شود به یک منطقه مهم. بله. که شود مثلا مرکز تبلیغات و نمیدانم گسترش تشیع و امثال ذلک. این هست. خب میگیم اگر این باشه که بگیم آب و هوا. بله. و موقعیت جغرافیایی. بله. میگیم خب بینی و بین الله، ما مراجعه کنیم به تاریخ نجف. بله. کربلا و قم، حالا خصوصا قم. بله. اگر ما به تاریخ مراجعه کنیم، قم خودش یک منطقه کویریه. بله بله.
از نگاه منطقه استراتژی یک نقطه مهمی نیست که بگیم این یک منطقه است که چندین شهر را به هم وصل میکنه. همچی چیزی نیست. آب و هوایش نه تنها به اندازه شهرهای دیگر نیست، بلکه پایین‌تر هم هست. پس اگر به خاطر موقعیت جغرافیایی یا آب و هوا بودی، خب باید جاهای دیگر می بود، نه قم و نجف. پس منحصر میشه. اینی که این آثار و برکات را قم داره، منحصراً به خاطر وجود با برکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم و در کربلا ابا عبدالله الحسین و در نجف حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. بسیار تشکر میکنم شما جناب استاد. کاش که مجال می بود که بیشتر در این خصوص صحبت میکردیم. واقعا لذت بخش هست که آدم این مباحث رو مطرح میکنه و عزیزان ما هم بدون شک استفاده میکنه. اما چه کنیم که وقت برنامه یک مقدار محدود هست و ما عذرخواهی میکنیم از خدمت شما و همینطور بینندگان عزیز. انشالله که در برنامه های دیگه پرداخته میشه به این مسائل و عزیزان ما انشالله بیننده باشن. شبکه های هادی تیوی و تلویزیون هادی تیوی دری رو و همینطور برنامه به وقت بیداری و برنامه های دیگری که عزیزان تدارک دیدن رو بیننده باشید. عزیزان برنامه ما امشب همینجا به پایان میرسه و از حضور همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. انشالله که از دعای خیرتون فراموش نکنید و همینطور زیارت سید الشهدا در شب جمعه فراموش نشود. در هر جای دنیا که هستید دست ادب روی سینه گذاشته و یک سلامی به سید الشهدا علیه السلام بدهید. عزیزان شما رو به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و مددگار شما باشه.